واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی دارند. با درود خدمت یکایک بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز پنجشنبه 30 شهریور ماه برابر با 21 سپتامبر در خدمت شما با برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها. بدون فوت وقت به سراغ مباحث مانده از برنامه پیشین خواهیم رفت. نخست پوزش میخوام از گرفتگی صدا به دلیل اندک بیماری که دچارش شدم. امیدوارم در طول بحث صدای من موجب آزار شما عزیزان نشه. در برنامه پیشین بحث به آنجا رسید که آرا و عقاید، باورها و آنچه که ما انسانها داریم در طول گذر زمان هم شکل میگیره، هم صاحب قدرت میشه و هم دچار افول میشه. یعنی از نطفگی به جوانی، از جوانی به میانسالی و دوران قدرت و سپس به دوران پیری میرسه و نابود میشه. تمدن‌ها هم همینن. ابن خلدون به عنوان یکی از شاخص‌ترین افرادی که به بحث افول تمدن‌ها هم پرداخته، کم و بیش به این مسائل اشاره کرده. اندیشه‌های تمدن ساز و سپس وقایعی که در تضاد، تزاحم و تضارب و مخالفت و دشمنی با آرای دیگر یا محو شدند یا از بین رفتند یا تغییر شکل دادند، به نوعی سعی کردند در یک پوست دیگری به زیست خودشون ادامه بدن. بنابراین بسیار مهمه که ما مبنای این اندیشه ها رو درک کنیم و بعضن برخی از این اصولی رو که می اندیشیم دائمی هستند، قطعی هستند و یقینی هستند رو به چالش بکشیم. همین دلیل مدخل بحث من از آرا یک اندیشمندی است که هرچند اندیشمندان دیگری هم به اون پرداختند، اما برای ورود به بحث میتونه مهم باشه و آن کارل ریموند پوپر هست. یک فیلسوف علم، یک اندیشمند در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی، صاحب نظریه های بسیار جالب و جامع و آرای او هم به واسطه ترجمه در دسترس مردم ما هم هست که شاید یکی از اون شاخص‌ترین کتاب ها کتاب جامعه باز و دشمنان اون هست که معمولا کسانی که در حوزه سیاست یا فلسفه سیاسی به اون علاقه‌مندن نمیتوانن از این کتاب درگذرن. آثار دیگری هم داره در بحث‌های مربوط به فلسفه علم، بحث‌های منطق، معرفت شناسی که محل بحث ما نیست. برای ورود به بحث من نخست عرض کنم، پوپر معتقد است که ما سه جهان داریم. نخست جهان عینی است، جهان مادی است، یعنی پدیده‌هایی که پیرامون ما هستن، ما اونها رو میبینیم. چه انسان باشد یا نباشد اونها وجود دارن. شما در یک جزیره دور افتادهی که مسکون نیست، کسی زندگی نمی کنه، میبینید درختان هستن، ماسه ها هستن، دریاها هستن و ممکنه هزاران سال هیچ انسانی در اون زندگی نکنه، اما اونها هستن. دوام و بقای اونها ربطی به حضور انسان نداره. قبل از انسان هم این پدیده ها وجود داشتن، امروز هم در کرات دیگر، در سیارات دیگر شما میبینید پدیده هایی وجود دارند که هیچ دخلی هم به این نداره که آیا ما انسان ها اونجا زندگی میکنیم یا خیر. یعنی اونها قائم به وجود ما نیستن. این جهان عینی است. دومین جهانی که پوپر مطرح میکنه جهان ذهنی است، یعنی جهان بین الاذهانی. یعنی انسان وقتی این پدیده های عینی رو میبینه در ذهن خودش یک دریافتی از اونها داره. حیوانات هم همین گونه هستن، اما دریافت اونها با ما متفاوته. یعنی اگر ما چشمانی مثل
بعضی از حیوانات داشتیم که بعضا برخی رنگ ها رو تشخیص نمی دادیم، جهان ما رنگارنگ نبود، سیاه و سفید بود. اگر قوه تخیل ما متفاوت بود، شبیه به حیوانات بود، شاید دست به هنر نمی زدیم، ادبیات خلق نمی شد. اگر ما همانند حیوانات نیازهای خاص خودمون رو کشف نمی کردیم، شاید دست به ابداع و اکتشاف نمی زدیم، فکر نمی کردیم. جهان سومی که پوپر مطرح می کنه جهانیست به نام معقولات. جهان معقولات حاصل تضارب و برخورد جهان عین با جهان ذهنه. اجازه بدید یک مثال ساده عرض کنم. شما پدیده‌ای مثل خورشید رو می‌بینید. این خورشید قائم به انسان نیست. انسان باشه یا نباشه، این خورشید وجود داره. خورشیدهای زیادی هم وجود داره. یعنی ستارگانی که جنبه‌هایی دارن که شبیه به خورشید ماست. شاید اصلا ما اونها رو نمی‌بینیم در این کهکشان بسیار پهناور. اما اونها طبق قوانین خاص فیزیکی خودشون می‌سوزن. و از بین هم خواهد کما اینکه خورشید ما هم به همین نحو خواهد. اما من انسان با این ذهنیتی که دارم وقتی خورشید رو میبینم، از این برخورد با یک مظهری مثل خورشید دست به خلق معقولات میزنم. یعنی از جلوه و شکوه و گرمای او برای خودم هنر تولید می، حتی گاهی او رو به جایگاه خدایان میرسانم. اینکه انسانهایی رو میبینید ستاره میپرستن، خورشید میپرستن، ماه میپرستن، مظاهر طبیعت رو میپرستن، حاصل همان جهان سوم پوپریست، یعنی معقولات. شاید از نظر ما بسیاری از باورهای اونها بچگانه است، کودکانه است. ما بر اساس معقولاتی که اونها ساختند، یعنی آن عقلانیت آن زمانی قابل درکه. و همین دلیلی که بسیاری از باورهای ادیان اولیه و ابتدایی در ادیان متکامل یا انسانهایی که به علم گرایش دارن، به عقلانیت، به تفکر، بسیار ممکنه مضحک باشه، چون معقولات اونها متفاوته. زمانی ما میاندیشیدیم که خورشید به دور زمین میگرد، برای ما نور میافشانه. اگر در برابر او کرنش کنیم، نذر کنیم، نیاز بکنیم، او گرمای خودش رو از ما دریغ نمیکنه. ابر و باد و باران هم به همین دلیل. دریاها، آتشفشانها، زمین به عنوان جایی که ما از اون کشت و زرع میکنیم، نباتات، حبوبات و خیلی چیزهای دیگه بیرون میاریم. بنابراین دین، هنر، ادبیات، اخلاق، حقوق، همه اینها حاصل همان تضارب جهان عین و جهان ذهنه. و ما به واسطه این تضارب صاحب معقولات میشیم، عقلانیت، آن چیزی که مورد اندیشه ما بوده، از دلش اخلاق ساختیم. اگر دیدیم یک شخصی در بیرون قدرتمنده، اخلاق رو اینگونه تعریف کردیم که الحق لمن قلب، حق با کسی که زورش بیشتر. اگر جهان پیرامون ما به نحوی بود که از ترس خورشید و مظاهر طبیعت زندگی کردیم، دین رو ساختیم، برای اونها قربانی کردیم. چون بنابر عقلانیت خودمان در قالب دیانت میتوانیم به برخی از این جنبه ها معنا بدیم، در ذهن خودمون اونها رو توجیه بکنیم، موجه. محسن اندیشه پوپر چیست؟ این است که انسان هایی که امروز شما میبینید، من، شما، دیگران، همه ما معقولاتی داریم نسبت به کلیه پدیده هایی که پیرامون ماست. اولین اصل این است که این معقولات انسانی هستند.
یعنی حاصل ذهن ماست. یکی از مشکل ادیان همین مسئله است. یعنی آنچه که ما به عنوان دین میشناسیم اگر از جانب خدا باشد، آیا خداوند هم همه تفکرش مثل ماست؟ ساختارش مثل ماست؟ او هم در برابر طبیعت دست به گزینش زده؟ او هم ذهنیتی داره که شبیه به ذهن انسان هاست؟ خدا از کجا میدونه ازدواج به چه معنی است؟ مگر اینکه خودش ازدواج کرده باشه. خدا از کجا میدونه عواطف و احساسات چگونه است؟ مناسبات چگونه است؟ مگر اینکه در میان ما زندگی کرده باشه. بنابراین اونهایی که فکر میکنن خداوند یک موجودی است کاملا جدا از جهان، اما برای ما حکم فرستاده، دستور فرستاده، گفته این کارو بکنید، اینجا اون رو اذیت نکنید، اونجا فلان بکنید، ظاهرا در همین جهان پوپری معقولات خودش تنظیم میکنه. یعنی طبیعت رو میبینه، احساساتی داره، از دل اون احساسات هست که برای خود ما حکم. این رو عرض کردم که بدانیم مبنای اندیشه های دینی انسانی است، هرچند برای اتوریته بخشی به او رو به یک موجود متعالی نسبت دادن. اما اینا خطاست، مگر اینکه نشان بدید خداوند هم در این معقولات می گنجه. یعنی اخلاقیاتی که خدا در قرآن و دین آورده حاصل انسان هاست، اندیشه انسان هاست، معقولاتی است مربوط به زمان خودش. این دیگه برای ما قابل درکه. امروز ما درک کردیم یک انسانی که برده هست داره زجر میکشه، داره عذاب میکشه، بنابراین باید او رو به سمت یک حقوق انسانی که شایسته یک شهروند اجتماعی هست بکشونیم. ما انسان‌های گذشته که معقولاتشون پیرامون اون بحث‌های قدرت و طبقات اجتماعی و گروه‌های ضعیف بود به این چیزها اشراف نداشتن، اصلا نمی گنجید در مخیله اونها. گفتم برده برده است، سرنوشت محتوم بردگان همینه. عجیبه که خدای اونها هم به بردگی دستور می‌دهد. خدای امروز که خودمان باشی می‌فهمیم نه، بردگی هم نوعی زجره و شما نمیتوانید انسانی رو در بردگی نگه داری، و اگر صاحب فرزند شد بردگی از طریق اصل سرایت به او هم منتقل بشه و یک انسانی برده باشد برای همیشه. اونا برای این پوپر معتقده که تمام اینها معقولات انسانی است و لذا باید در محک حدس و تجربه و ابطال پذیری قرار بگیره. یعنی یک باور که حاصل معقولات یک انسانی است برای 1400 سال قبل، امروز باید توسط معقولات ما مورد راستی آزمایی قرار بگیره. آیا قابل دفاع هست؟ آیا علمی که شما در گذشته به ما به میراث دادید قابل دفاعه؟ آیا زمین مرکز کائناته، خورشید به دور زمین میگرده، انسان مخلوقی است از گل یا لجن بدبو؟ آیا سنت ها و باورهای ما همین هایی هستند که باید حفظ بکنیم، اجازه دخل و تصرف و راستی آزمایی و کنار گذاشتنشون رو ندادیم؟ پوپر از اینجا به مسئله علم میرسه و آنکه علم به دنبال این هست که گزاره ها رو از باب ابطال پذیری بسنجه، هر کدوم که نامناسبه کنار بذاره تا بتونه به یک روش درست هدایت کنه. همین دلیلی که پوپر بحث اثباتگرایی خودش رو به عدم ابطال شدن در حال نسبت میده. میگه نظری که مثلا من دارم تا این لحظه ابطال نشده، اما ممکنه برای آینده ابطال بشه. این موضوع در مورد مسائل اجتماعی بسیار پیچیده تره، چون مسائل اجتماعی مثل طبیعت نیست، چند وجهی است، بسیار لایه لایه و پیچیده پیچیده است. یعنی شما نمیتونید قوانین فیزیکی رو بر جامعه منطبق بکنید. در گذشته پوزیتیویست ها به دنبال این بودن، فکر میکردن که علم هم دارای فرمول های خاصی است، جامعه هم میتونه دارای فرمول های خاصی باشه، بریم به سراغ کشف اون فرمول ها.
جوامع بسیار متنوع متعددن، انسان ها می اندیشن، معقولات جدید تولید می کنن. این مسائل چند وجهی است. در کنار این نفسی که پوپر باز میکنه برای ما اهمیت داره، به این خاطر که از دل این اندیشه هایی که در گذشته تثبیت شدن به دلیل اینکه هنوز این جنبه های معقولات برای اندیشمندان روشن نبود، سعی میکردن به اون یه قطعیت بدن، یعنی گویی اندیشه ارسطو دیگه تمام و کمال همه چیز رو برای ما روشن کرده. همین تفکر در ادیان وجود داره، یعنی انبیا فکر میکنن که دین اونها، اندیشه اونها دیگه تمام مشکلات جهان رو حل میکنه. به همین دلیل سعی کردن به تحکم اون دستور بدن، یعنی احکام ما لا یتغیر و لا یتبدل برای همه زمان هست. این به مرور زمان یعنی در نهاد دیانت و سنت های اجتماعی ما جاری شده، در بقیه جوامع هم هست، فرق نمی کنه. برون رفت از این وضعیت همون گونه که پوپر میگه نیازمند نقده، نیازمند تجربه است، یعنی به محک آزمون و تجربه بذاریم بسنجیم. ما یه مشکل اینجا به وجود میاد، اون مشکل اینه که وقتی این سنن، این باورها، این عقاید، این نهادها مستقر شد برای صده ها، هزاره ها، نقد اونها دشوار میشه. یعنی کار یک فیلسوف، یک روشنفکر، یک روشنگر برای نقد پدیده های سنتی دشواره، به خصوص وقتی این پدیده ها جنبه تقدس هم دارن، چه در بود دیانت چه در بود سیاست. ما در حوزه اقتصاد میتونیم خیلی راحت تر نقد کنیم آرای گذشتگانمون رو، ما در حوزه دیانت خیلی راحت نمیشه نقد کرد، در حوزه سیاست به راحتی نمیشه نقد کرد. ناقدین، منتقدان و کسانی که بر علیه دیانت و سیاست دست به نقد زدن، سرشون رو بردار کردن، آتش زدن، سوزاندن. و این نشانه دشواری این موضوع است. دلیلش هم این است که این باورهای سنتی، این تفکرها برای انسانهای امنیت ایجاد. یعنی من در یک جامعه‌ای که به دنیا میام، جامعه پذیر میشم، ارزش‌های اون جامعه از کودکی به من داده میشه، در خانواده، در محیط دبستان، در محیط کار، در دانشگاه، میان دوستان محله، تا همینطور میرسه به مشاغل و مسائلی از این است. اونا به من ارزش های اون جامعه رو تحمیل میکنن، به من میگن پسر خوب چه پسریست، پدر خوب چه پدریست، یک شخص دارای احساس مسئولیت شغلی چگونه باید رفتار کنه، یک شهروند چگونه باید رفتار کنه، و من یاد میگیرم اینها. مسئله بر سر اینه که وقتی شما در درون این جامعه میخواید اون معقولاتی رو که سبب ساختن نهادها شده رو به چالش بکشید، امنیت فکری اونها رو داری برهم میزنید. یعنی وقتی به یک انسان میگی آقا شهروند خوب این نیست که شو هستی، این نیست که من میگم، یک انسان حقوق بشری این نیست که تو در دینت میبینی، این نیست که من میگم، خب این نیازمند اینه که اون شخص اون باورهای گذشته خودش رو بسنجه، کنار بذاره و باور جدید رو بپذیره، و این کار دشواری است از نظر فکری. اینکه دورکیم یا خیلی های دیگر بحث آنومی رو مطرح میکنند برای جوامعی که از حالت مکانیکی به جامعه ارگانیک میرسه، حاصل همین هاست. یعنی وقتی ارزش های قدیمی کنار میخواد بره، ارزش های جدید میخواد بیاد، اولین دشواری این است که شما با افکار مردم کار دارید، فکری که باید با آغوش باز اندیشه های جدید رو بپذیره، ولی خیلی ها نمیپذیرن چون امنیت فکریشون برهم میخوره. اونها دوست دارن تو اون امنیت فکری باشن که دیگران براشون تصمیم گرفتن. خدا برای ما تصمیم گرفته، او بهتر میدونه، بنابراین من وارد این مسائل نمیشم که احکام خداوند رو بسنجم، زیر نظر بگیرم.
پیامبر بهتر از من میدونه، امام بهتر از من میدونه، ولی فقیه بهتر از من میدونه، سلطان بهتر از من میدونه، پادشاه بهتر از من میدونه، کت خدای ده بهتر از من میدونه و بابام بهتر از من میدونه. سلسله مراتب دانایی برای ما اهمیت فکری داره، امنیت فکری ایجاد میکنه. چون اگر خطا بکنم میگم بابا تو دستور دادی، امام تو گفتی، پادشاه ها شما فرمودید، من که مقصر نیستم. جوامعی که شما امروز میبینید جوامع سنتی هستن، در اون افکار گذشتگان حاکمه، یعنی اونها برای نسلهای آینده تصمیم گرفتن شما چطور ازدواج بکن، اقتصادت چطور باشه، انسان خوب چه انسانی است و قص الهازا. پس مسئله فکری مهمترین مسئله است. راسل یه تعبیری داره در مورد مقاومت بسیاری از این افراد در برابر پذیرش یک فکر جدید، میگه خب اینها بپذیرن فکر جدید رو، پاسخ به اون تاولهای پای خودشون رو چگونه بدن؟ اونها 50 سال در یک راهی قدم زدن، امروز بگن خب من این راه رو آمدم اشتباه بوده. بنابراین یک مقاومت فکری در ذهن مردم سنتی وجود داره. دومین مسئله اجتماعست، یعنی همون افکار ساختارها و نهادها ایجاد میکنه. دین برای شما تعیین تکلیف میکنه که نهاد خانواده چه شکلی باشه. در درون دیانت اسلام ازدواج سفید معنا نداره، همجنسگرایی معنا نداره. نهاد خانواده در اسلام یه جور دیگه است، یه تعریف دیگه ای داره و شما براش ساختار ساختید، در کنارش قوانین و قواعد ساختید، نظام قضایی شما بر اساس اون حکم میکنه. شما حتی اگر از ذهن خودتون هم بیرون بیاید با ساختارها مقاومت میکنه، نمیتونید. شما ما وکلای زیادی داریم، اینا حقوق بشری هن. اما وقتی به دادگاه ها میرن میتونن بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر حکم کنن، لایحه بنویسن، دستور بدن، دفاع بکنن. نه، باید بر اساس قانون مدنی باشه، باید بر اساس قانون مجازات اسلامی باشه. در حالی که به اون قوانین باور ندارن، میدونن اینا ظالمان است، اما ساختارها ایجاد شده. پس ساختارها هم هستن که باعث میشن یک انسانی در درون یک جامعه همان باورهای قطعی یقینی رو کمتر بتونه به محک تجربه بذاره و اونها رو کنار بذاره. در کنار این هم خب مغالطات متعددی رو شما میبینید که برگرفته از همین تفکره. مغالطی توسل به سنت ما بارها مطرح کردیم، میگیم چرا این درسته؟ میگیم چون اجداد ما این گونه گفتن. میگیم چرا از این گزاره دفاع میکنید؟ میگه خب سنت چند هزار ساله ماست. در حالی که نشان دادیم بسیاری از سنن ما غلط. توسل به رأی اکثریت. آقا چرا اسلام غیر اخلاقی است؟ 1 میلیون نفر، ببخشید 1 میلیارد نفر طرفدار او هستند، 2 میلیارد نفر طرفدار او هستند. جامعه ما همه دین دارن. این همه مراجع، این همه فلان. ممکنه یه عقیده غلط باشه، انسان‌های زیادی هم به اون باور داشته باشن. ما سعی میشه ما رو ارجاع بدن به اکثریت. مغالطه توسل به دستاورد. ما اینا رو در گذشته هم عرض کردیم. بگیم اخلاق اسلامی یا اخلاق استبدادی این مشکلات رو داره. میگه ببین چگونه اسلام توانست دنیا رو فتح بکنه. میگیم آقا عقاید کمونیستی غلط است، جامعه رو به افول میره. میگه نیمی از دنیا رو ما در اختیار داشتیم. یعنی با مغالطه توسل به دستاورد سعی میکنن اشتباه بودن ادعای خودشون رو زیر پوششی قرار بدن و از این دست مغالطات ما کم ندیم. در کنار این پوپر حرفش این است که وقتی شما معقولاتی در گذشته رو قطعی میبینید، یقینی میبینید، اون رو در محک تجربه و آزمون نمیگذارید، تبدیل میشید به دشمنان آزادی و جامعه باز. چون انسانی که قبلی ها اجدادش براش اندیشیدن دیگه نمیتونه بیاندیشه، که دیگه آزاد نیست.
یکی از ایراداتی که افرادی که نقد استبداد میکنن به خصوص استبداد پادشاهی همینه. تاماس پین یکی از صحبتاش همین بود. نظام پادشاهی موروثی تصمیمی است برای آیندگان. یعنی من سلیمانی قدرت داشتم، مملکت رو گرفتم، میشم پادشاه، 60 سال حکومت میکنم، بعد تعیین میکنم که پسر من جای من خواهد بود، او هم 50 سال حکومت میکنه، دوباره 50 سال بعد پس نوه منو همینطور ادامه پیدا میکنه، یه سلسله 300 سال 400 سال. توماس پین میگه خب بیایید فرض کنید ایمان سلیمانی رو شما انتخاب کردید، اما او حق نداره برای فرزندان شما هم تصمیم بگیره. اگر او در یک توافق با شما نظام تثبیت شده سیاسی رو ایجاد کرد، یعنی گفت بعد از من پسرم و همینطور نسل اندر نسل به شکل موروثی حق حکومت بر مردم از من به نوادگان من به میراث میرسه، این مغایر حق انتخاب فرزندان اونهاست. شاید اونها نخوان فرزند من بر اونها حکومت بکنه، یک اصل عقلی است. هیچ کدام ما حاضر نیستیم اونچه که پدران ما به ما گفتن رو طابق و نعل به نعل بپذیریم. یکی از اونها هم انتخاب یک شخصی برای حکومت برماست. بنابراین طبیعی است وقتی دیگران برای ما تصمیم میگیرن دیگه نشانی از جامعه باز و آزاد وجود نداره. جایی برای اینکه مقولات در کنار هم قرار بگیرن، با هم بحث کنن، جدل بکنن و آن دیدگاهی که تونسته خودش رو با دلیل بیرون بیاره دیگه نیست. همین موضوع در نظام‌های اقتصادی دستوری وجود داره، در نظام‌های اجتماعی دستوری وجود داره. یعنی یک حاکم دینی میگه آقا من آمدم قرآن رو اجرا بکنم. خب اگر قرار احکام قرآن و اسلام اجرا بشه یعنی مردم آزاد نیستن دیگه، زنها آزاد نیستن که حجاب رو اختیاری برگزینن، بلکه خدا دستور داده من هم مجری هستم، هر کسی هم انجام نده او رو میفرستم در زندان. حق نداری برای خودت انتخاب کن. این نظام دستوری در جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی میتونه وجود داشته باشه، بسته به اون ایدئولوژیشه که تا چه اندازه پاش رو در حوزه‌های مختلف باز می‌کنه. کسانی هم که به جبر تاریخی باور دارن هم همینه. اندیشه‌های مارکس همین بود و غلط بود. آن قضا و قدر الهی در اندیشه‌های اسلامی هم تا حدود زیادی مبنی بر همینه که خداوند اندیشیده دیگه، خدا نخواد شما نمیخواد. خب بنابراین مسئله بر سر این است که معقولات رو ما باید بسنجیم. ما مقتضیات امروز با درک بین الاذهانی امروز و بعد از دل اون هنر، ادبیات، حقوق، دین، آیین، ایدئولوژی، هر چیزی که می‌خوایم تولید بکنیم باید مبتنی بر معقولات خودمان باشه و بتونیم ازش دفاع بکنیم. این رو عرض کردم که با یک مثال ساده‌تری این موضوع رو روشن کنیم. شما فرض کنید امروز شیعه به عنوان یک مؤلفه، یک مذهب در درون یک دین چگونه به وجود آمده؟ آیا یک شبه به همین نحوی که ما داریم می‌بینیم به وجود اومده؟ به هیچ عنوان. اگر به تاریخ تشیع نگاه بکنید میبینید از صدر اسلام اولین شیعیان، شیعیان محبتی علی بودن، یعنی کسانی که علی رو دوست داشتن و این دوست داشتن ربطی به اعتقاد نداشت که نمازشون متفاوت باشه، خلفای دیگر رو رد بکنن یا جنبه های مختلفی، نه، علی رو به جهت تقربی که از سوی فاطمه به رسول الله داشت و از کودکی در دامان او پرورش یافته بود دوست داشتن. افرادی مثل عمار یاسر، سلمان فارسی، ابوذر غفاری و خیلی های دیگر. آرام آرام شیعه در زمان عثمان و بعد از مرگ او از بود محبتی تبدیل میشه به شیعه سیاسی، یعنی یک گروهی در کوفه علی رو بر میگذینن به عنوان خلیفه، برای او شمشیر میزنن در برابر شیعیان عثمان که معاویه و هواداران او بودن که مدعی خونخواهی بودن. پس شیعه از آن شیعه محبتی که چند نفر محدود بودن تبدیل میشه به شیعه سیاسی
قدرت شیعه سیاسی میشه، براش تئوری هایی هم ساخته میشه، دیدگاهی، شواهدی، اسنادی جور میکنن. شیعه سیاسی بعد از علی در زمان محمد باقر و جعفر صادق تبدیل میشه به شیعه اعتقادی. یعنی آرام آرام داره خودش رو از اون بدنه اسلام جدا میکنه. بحث عصمت امامان رو مطرح میکنه، اینکه امامت از سوی پدر به پسر میرسه چه ویژگی هایی داره. و بعد این شیعه اعتقادی که کاری هم به سیاست نداشت در زمان صفویه تبدیل میشه به یک شیعه تلفیقی که در اون هم جنبه محبتی، هم جنبه سیاسی و هم جنبه اعتقادیش در هم تنیده است. شیعه‌ای که میخواد یک کشور خاصی رو بسازه و بعد سعی میکنه علمایی رو از جبل عامل، از عراق، از بحرین، از جاهای دیگه بیاره، علمای ایرانی سنی رو بیرون کنه. یعنی جالب اینه که علمای عرب شیعه رو وارد میکنه اما علمای ایرانی سنی رو بیرون میکنه، چون میخواد ایدئولوژی خودش رو بسازه. از دل این چهار سطحی که شیعه از نطفگی به دوران کهنسالی میرسه، افراد و طبقات مختلفی دخیلن. کسانی که دوستان و عشیره علی بودن در ابتدا بعدها متکلمان و محدثین به اون اضافه شدن، بعدها سیاستمداران از اونها دستگیری و حمایت کردن، مثل آل بویه، مثل پادشاهان صفوی، پادشاهان قاجار، پادشاهان پهلوی. و همین نوع دستگیری سبب میشه که شما با یک شیعه مواجهی که امروز اگر نگاه بکنید و به سوابقش نگاه نکنید فکر میکنید که از روز اول همین گونه بوده. یعنی تمام این تئوری هایی که امروز ما داریم علی نوشته در اختیار ما قرار داده، در حالی که این گونه نیست. همین شیعه در اون جهان عین، یعنی مقابله با اهل تسنن، مقابله با فرقه های مختلف، در جهان ذهن خودش که علما باشن، شروع کرده به تولید اخلاق، سیاست، فقه، ادبیات. و شما میبینید وقتی آثار یک مورخ شیعه رو میخونید متوجه میشید که این دقیقا شیعه است. شاعری رو مثلا آثارش رو بخونید که به مسائل مذهبی پرداخته، میفهمید که او شیعه است یا علاقمنده به مسائل شیعه بود. پس جهان معقولات شیعیان هم برای خودش ادبیات تولید میکنه، هنر تولید میکنه، اخلاق تولید میکنه، قانون، فلسفه سیاسی، ولی فقیه فلسفه سیاسی داره که بعدها در ایران قدرت میگیره. چرا شیعه در ایران قدرت گرفت اصلا؟ یعنی شما فکر کنید یک شبه شیعه در ایران قدرت گرفت؟ این سنت دینی چگونه در ایران قدرت گرفت؟ گاهی من میبینم بعضی از عزیزان ما در حوزه فکر، حالا بگیم اندیشه های سیاسی، سخنان عجیبی مطرح میکنن. اینکه بله آخوندها مثلا یک شبه با یک نوع خاصی انقلاب ما رو دزدیدن، روشن فکران چپی و راستی، و همه میگن آقا بله ما گول خوردیم و نمیدونم فلان شدیم و اینا. نه، در اینجا من یه پرانتزی باز میکنم که یک بحثی هم مطرح بشه، وانه که چرا شیعه در ایران قدرت گرفت، چرا روشن فکران ما، چرا چپی های ما، چرا راستی های ما، چرا کسانی که طرفدار آزادی و دموکراسی بودن حداقل به دامن کسی افتادن که اندیشه های او که سهله عقبه تئوری که او، یعنی اسلام و مذهب شیعه، هم مغایر دموکراسیه، به حقوق بشر باور نداره، چرا رفتیم دنبالش؟ و ارنستو لاکلاو یک کتابی داره به نام عقل پوپولیسم، البته آثاری در این زمینه نوشته که بسیار جالبه. بخشی از اندیشه های او وام میگیرم برای اینکه تبیین کنم چرا در سال 57 چون این مسئله رخ داد. وی لاکلاو معتقده که اگر انسان‌هایی یک طلبی داشته باشن، مطالبه‌ای از دولت داشته باشن، و دقیقا این مثال رو میزنه که اگر عده‌ای بخوان یک خط اتوبوس براشون ایجاد بشه و دولت اون رو نپذیره،
بالعکس بپذیره. اگه بپذیره که مشکلی نیست، داره کار خودش انجام میده، نشان میده که سیستم داره خوب کار میکنه. من مطالبه دارم، دولت هم میگه بفهم. ویلاکتوم میگه اگر نپذیره، یعنی شما تقاضایی دارید اما دولت میگه نخیر. در اینجا دو مسئله پیش میاد. مسئله اول این که آیا این نپذیرفتن یک استثناست یا نه یک اصله، یک قاعده است. مثل پسری که به پدرش میگه بابا اینو برام میخری، پدر میگه نه، اما پسرش میدونه که پدر من به 10 تا پاسخ من 9 تاشو قبول میکنه، این یه مورد رو قبول نکرده. بنابراین از نظر ذهنی یک دشمنی با پدر حاصل نمیشه، چون امیدواره که فردا یه چیزی 11 بخواد و پدر قبول بکنه. بنابراین این نخواستن، برآورده نکردن تبدیل میشه به استثناء. هست کدومه؟ اینکه بابام همه چی رو برآورده میکنه، اون دولت هم سعی میکنه اون رو توجیه بکنه که اگر هم من این رو به تو نمیدهم به این دلیله، حالا یا بودجه نداریم یا طرحمون چیز دیگری است یا باید مطالعه بشه و انواع اقسام. آقای لاکلاو میگه حالا مورد دومی وجود داره، و آن مورد دوم این که این برآورده نکردن یک اصله. مثل اون پسری که میره به باباش میگه، بابا قبول نمیکنه. پسر در ذهنش اینه که بابا من هرچی از این پدر میخوام، پدرم میگه نه. بس کی میخوای به من یه تونه مشوق بدی؟ کی میخوای یک مقدار به احساسات من اهمیت بدی؟ میگم با حسن بیرون برم، میگی نه. میگی دوچرخه میخری برام، میگی نه. میگی با دوستام برم گشت و گذار، میگی نه. برم با بچهای کوچه فوتبال کنم، نه. تلویزیون ببینم، نه. بس من چیکار باید بکنم؟ خب وقتی هر چی که میگم شما میگید نه، در نتیجه از نظر ذهنی برای اون کودک و اون جامعه تداعی میشه که حاکم ما یا پدر ما مطالبات ما رو نه و با نه گفتن برآورده میکنه به نوعی. در اینجا نه گفتن تبدیل میشه به اصل و برآورده کردن میشه تبدیل به استثناء. خب مشکل در اینجا در کجاست؟ در جاییست که در درون یک جامعه شما گروه های مختلفی رو میبینید که دولت همیشه به اونها میگه نه. یعنی زنانی رو دارید مطالباتی دارن، دولت به اونها میگه نه. حجاری رو دارید خواستار یک وضعیت خوب اقتصادی هن، دولت میگه نه. متجددین، دانشجویان، صنعتگران، کارگران، معلمان، پزشکان، مهندسان، همه رو در نظر بگیرید، همه مطالباتی دارن، دولت به همه شو میگه نه. در نتیجه آی لاکلاو میگه در این وضعیت یک مطلبی ایجاد میشه، یک مؤلفه ایجاد میشه به عنوان دال میان توهی. یعنی دال میان توهی یعنی چی؟ یعنی مطالبه ای که متفاوته اما یک چیز مشترک بین این گروه ها هست، و آنی که حاکم اینا رو برآورده نمی کنه. در اینجا یک اتحادی میان اون گروه ها ایجاد میشه. در دوران رژیم پهلوی مشکل در همین جا بود. اونهایی که میخوان بدونن چرا چپی ها، راستی ها، بالایی ها، پایینی ها، حتی اونهایی که بعضشون هم خوب بود، در دام روح الله خمینی افتادن، باید این نظریه ها رو مطالعه کنن. بحثایی سر حوزه فلسفه سیاسی ما نخوندیم، روزنامه نگاریم دیگه، دوتا می نویسیم، دوتا فوش به این بدیم، سه تا فوش به اون، تمام 3 ساعت برنامه پر می کنیم. ما یا می تونیم تبیین درستی بدیم چرا اون چپی به دامن خمینی افتاد؟ چرا بانوان ما که به دنبال آزادی ها بودن، هرچند بخشی از آزادی ها رو داشتن در دوران رژیم گذشته به اون رو داده شده بود، در دام خمینی افتادن؟ که اندیشه خمینی هیچ وقت به زنان ارزشی قائل نبوده، نه اندیشه شخص او، خواستگاه فکری او یعنی اسلام و شیعه. چرا به دام خمینی افتاده؟ چرا روشن فکران ما به دام افتاده؟ چرا ملیون ما به دام اندیشه افتادن که اصلا دشمن ملیگرایی است؟ اندیشه جهان وطنی است، اسلام و تشیع جهان وطنی است. این تبیین رو چطور میتونید شما به دست بدید؟ فقط بگید گول خوردن؟
یعنی گاهی این اندیشمندان ما وقتی سخن میگن انسان متعجب میشه که اینها جوامع و پدیده‌های انسانی رو چطور میبینن. به همین دلیله که نه میتونن به درستی تشخیص بدن چرا انقلاب شد در ایران، چرا خمینی قدرت گرفت و چه باید بکنیم که فردا خمینی های دیگری قدرت نگیرن، ساختاری رو بسازیم که دوباره در دام خمینی های دیگر نیفتیم. مگه ما نداریم؟ شبه خمینی خیلی داریم. اسمشون البته روح الله نیست، ممکنه چیز دیگری باشه، خواستگاهشون ممکنه روحانیت نباشه، اهل تصوف و عرفان و ایدئولوژی های چپی و راستی و اینا باشن، و بعد ما مردم هستیم که ضرر میکنیم. دال میان توهی یعنی اینکه همه این گروه ها میبینن دولت مطالبات اونا رو برآورده نمیکنه، با اینکه گاهی مطالباتشون هم متضاد همه. یعنی اون چیزی که روشن فکر میخواست در سال 57 این بود که آقا یه مقدار فضا رو باز بکن، ما مطالبی بنویسیم منتشر بکنیم، دانشجو تمایل داشت در سیاست مشارکت بکنه، روحانیت تمایل داشت یه مقدار احترام ببینه، گروه های دیگر هم به همین. خب اندیشه که ملی‌گرا میخواست با اندیشه روحانیت موافق نبود، اون چیزی که روشن فکر به دنبالش بود اون چیزی نبود که آخوند دنبالش بود. اما چه چیزی اینها رو به هم پیوند داد؟ اون دال میان توهی، یعنی یک دشمن مشترک. پسری که در خونه دوچرخه میخواد بابا براش نمیخره، دختری که میخواد بره بیرون بابا بهش میگه نه. مطالباتشون فرق داره ها، اما چی اونها رو با پدر دشمن میکنه؟ همون دال میان توهی. دال میان توهی کدامه؟ برآورده نکردن مطالبات. لوکلاو معتقده که دلیل اینکه این گروه ها به هم پیوند میخورن اصلا ربطی به ارزش ها و مطالباتشون نداره، بلکه به مانع مربوطه. یعنی اونها احساس میکنن که این مانع بره ما به حقمون میرسیم. لوکلاو در اینجا یه نکته جالبی میگه و اون اینکه خب حالا این ارزش ها متفاوتن، گروه ها مختلفن، اما ما میبینیم که در این فضای سیاسی اندیشه هژمون میشه، یعنی برتری پیدا میکنه، استیلا پیدا میکنه، سلطه پیدا میکنه، میتونه خودش رو تحمیل بکنه. آیا ارنستو لوکلاو میگه اون اندیشه هژمون میشه که ویژگی هایی داره؟ حالا یک سوابقی است که از قبل وجود داره، اشخاصی که نمادی از اون ارزش ها محسوب میشن، کسانی که دارای شبکه های مختلفی در درون جامعه هستن، شعارهایی که میدن کلیگویی است، چون اون بحثش عقل پوپولیستی است. یعنی من چیزایی میگم که مردم دوست دارن، همه هم دوست دارن، همه هم راضی میکنن. اگر دیدید کسی آمد همه رو راضی کرد، بدونید اندیشه های پوپولیستی است، مگر شما نمیتونید همه رو راضی بکنید. عرض کردم شما نمیتونید هم زنان رو راضی بکنی هم آخوندا رو، چون ارزش‌ها اینا متفاوت. شما نمیتونید هم روشنفکران رو مجاب بکنید هم آخوندها و نیروهای سنتی رو. شما نمیتونید هم ملی‌گراها رو راضی نگه دارید هم گروهایی که جهان وطنی هستن، نمیتونید. باید توازن و بالانس ایجاد بکنید. در این فضا خمینی میاد، شعارهای فراگیر میده، شعارهای همه پسند میده، و شاه بیتش هم اینه که این آقا باید بره، شاه باید برود. و این شاه باید برود مطالبی است که دیگران هم دارن. آقای دکتر داریوش همایون در کتاب دیروز و فردا یه نکته جالبی رو اشاره میکنه. دلیل اینکه روشن فکران به دامن روحانیت افتادن رو عدم برآورده کردن مطالباتشون میدونه، و اینکه اونها احساس کردن که هر کاری ما میکنیم شاه قبول نمیکنه، پس بریم به طرف روحانیت و از اعتبار اونها هم استفاده بکنیم که بتونیم قدرت بیشتری داشته باشیم، شاه رو بندازیم. حالا آیه دکتر داریوش همایون به اندیشه های لوکلاو اشاره نمی کنه، اما این مطلبی که میگه در راستای همون هست. یعنی میشه فهم کرد شواهدی رو در تایید اندیشه های لوکلاو. این روحانیت توانست هژمون بشه، گفتمانش قدرت داشته باشه و در درون اون جامعه همه بر زیر پوشش او. اما دلیل هم وجود داره، در سابقه تاریخی هم هست. ما میدونیم از زمان صفویه شیعه در اینا تثبیت شد. ما اندیشه ملیگرایی به اون معنا نداشتیم، اندیشه چپ به اون معنا نداشتیم، روشنفکری به اون معنا نداشتیم، اما اندیشه دینی از دوران صفویه در ایران غالب شد، در ذهن و ضمیر مردم نشست.
روحانیت با دربار صفوی پیوان داشت، نزدیک بود به او، قدرت پیدا کرد، محترم شد در درون جامعه، اوقافی به اونها داده شد، سرمایه هایی به اونها داده شد، اونها از بست نظریات خوش استفاده کردن. در دوران قاجار به دلیل ضعف مشروعیت پادشاهان قاجار نیاز به روحانیت داشتن که در کنارشون بیسته، از اونها حمایت بکنه. در دوران قاجار مکتب اصولی بر اخباری پیروز شد، یعنی مکتبی که در اون دو تا ویژگی خیلی مهم وجود داره، یکی این که فقها هستن که به عنوان مرجع تقلیدن، یک حکومت فکری عملی بر پیروانشون دارن، دوم این که خب دریافت خمس و نزورات و اوقاف و اینها به عهده اونا رن و این باعث اونا مستقل بشن و توده های مردم رو در اختیار بگیرن. اینا در گذشته وجود نداشت. در زمان قاجاریه با پیروزی طرفداران اون آقای وحید بهبهانی و دیگران، یعنی مکتب اصولی بر اخباری، اونا تونستن قدرت بگیرن، نظام مرجعیت ایجاد شد، مردم مکلف شدن به این که تکلیف ما رو این آقا باید مشخص بکنه، که اثراتش رو در دوران ناصری دیدید، بحث میرزای شیرازی و آشتیانی و فتوای تنباکو و چیزهای دیگه. حجار در دوران قاجار به دلیل اینکه همیشه نوع حالا اقتصادشون، کسب و کارشون توسط حکومت، دربار و افراد دیگر مورد هجوم قرار می گرفت، اموالشون مصادره می شد به بهانه های مختلف، به دست به دامن روحانیت می شدن. پیوند روحانیت و بازار در دوران پهلوی شکل نگرفت، از گذشته بود. ما در دوران صفویه تجار شاخص نداریم، حالا به اون معنا نداریم، اما در دوران قاجار آرام آرام داره ایجاد میشه این تجار و کسبه. شما در بین نمایندگان مجلس میبینید تجار، کسبه، اینها نماینده دارن در درون مجلس. اما خطرات و عدم امنیت در جامعه باعث شده بود که تجار بیان به طرف آخوندها و پیوند بازار و روحانیت شکل بگیره، و اتفاقا برای روحانیت هم خوب شد. یعنی اونها احساس میکردن که ما اگر از پادشاهان پول بگیریم، که البته میگرفتن، در دوران رژیم پهلوی هم بودجه های زیادی ساواک و دیگران در اختیار اینها قرار داده بودن، اما اونها سعی میکردن به تجار هم نزدیک بشن. بحث خمس گرفته که تجار دوست داشتن بخشی از مال رو نه به عنوان مالیات به دولت بلکه به این آخوندها بدن، از اون طرف هم آخونده سعی بکنه از او حمایت بکنه، کسی نیاد و مال او رو به جرم یهودی بودن، مسیحی بودن و بعدها بهایی بودن و اینها بگیره، بابی بودن و بهایی بودن. این پیوند سبب شد که بعدها روحانیت صاحب ثروت بشه. رژیم پهلوی سعی کرد اونها رو کنار بذاره، اما فراموش کرده بود که تجار و بازاریان همیشه روحانیت رو مأوا و مأمن خودشون میدونن. در دوران رژیم پهلوی در انتهاش شما دیدید بحث محتکران و گرفتن بازاریان و اینها سبب شد که این بازاریان پیوندشون رو با روحانیت خیلی بیشتر بکنه. حزب رستاخیز یه در 12,000 تا دانش آموز و فرستاد برید تو مغازه ها ببینید کی گران فروشی میکنه، کی احتکار میکنه. یه دی رو آوردن، کتک زدن و زندانی کردن و تبعید کردن و جریمه کردن و اینها، باعث شد که بازار باز برگرده به طرف همون روحانیت، که احساس میکرد که در کنار او میتونه مالش حفظ بشه. این استقلال مالی سبب شده بود که اونا خیلی دست بازی داشته باشه. مورد دیگر ایجاد گفتمانه، یعنی از زمان ملا احمد نراقی شروع کردن به بحث ساختن ولی فقیه، ریشاش وجود داشت، اما بعدها اونها از دل روایت و مسائلی از این دست یه گفتمانی رو ساختن که بله ما فقها اصلا میتونیم حکومت بکنیم، حق ما هم تازه هست. بنابراین گفتمان ولایت فقیه رو ایجاد کردن، از دل اون حکومت دینی رو تئوریزه کردن، و در زمان رژیم گذشته به دلیل بحثی که با کمونیسم داشتن به اینها پروبال هم داده بودن و اونها هم خب جلسات مختلفی برگزار میکردن. حتی خمینی در زمان تبعید خودش درس ولایت فقیه رو ایجاد کرده بود. بنابراین میبینید این شیعه هم وقتی در ایران قدرت میگیره هژمون میشه، یعنی اون نگاه آقای لکلاو بی سبب نیست، زمیناش از قبل وجود داره.
یعنی انقلاب 57، این 57 ها 50، اینا بحثای خیلی ساده و سبک و خنکی است. 57 ها حاصل همون مطالبات برآورده نشده بودن که رژیم به همه نمی گفت، از چپی گرفته تا اون افرادی که تجددگرا بودن، تا ملیگرا بودن، تا گروه های دیگر اجتماعی. خب نساخت، نداشت، دو نفر رو کنار خودش قرار نداد که بتونه مانع اون هژمون بشه. پس در جهان اندیشه، یک اندیشه ها در کشاکش با هم به سر میبرن، گاهی قدرت رو میگیرن، گاهی افول میکنن. همین موضوع رو شما در مورد مسیحیت هم میتونید ببینید، که با توجه به ضیق وقت من بخشی از رمان برادران کارامازوف رو در برنامه بعد خواهم خواند، بخشی که به مفتش اعظم مربوطه، که نشان بدیم چگونه روحانیت حتی پا رو جلوتر از انبیای خودش میگذاره برای اینکه اون نهادها و اون ساختارها رو ایجاد بکنه، که دیدگاه خودش رو تحمیل بکنه به جامعه، و در نهایت به بحث ورشکستگی خواهیم رسید در برنامه آینده. بنابراین اگر بدانیم بسیاری از این سنن ما در دیانت، در سیاست، در حوزه‌های علم، دانش، معرفت، هر چیز، معقولاتی هستند برآمده از محیط‌های پیشینی، و امروزه اشخاصی که در دوران معاصر هستن هم باید با معقولات خودشون اونها رو مورد راستی آزمایی قرار بدن، در بازشناسی باورها ما میتونیم یک قدم به یک جامعه خوب حرکت کنیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، موفق و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در